بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی وقت هاست که شما شبهه هایی میشنوید و بعد میگن که آقا این چیزی که اسلام گفته با عقل جور در نمیاد، این خلاف عقل هست، یا میگه که عقل من اینو میگه، من با عقلم به این نتیجه رسیدم. خب همیشه ادعای از یک طرف خودشون عقلانیت میکنن، از طرف دیگه دین را هم متهم میکنن که خلاف عقل هست. خب ببینیم که اولا عقل چیه؟ چه تعریفی داره؟ بعد ببینیم که به چه چیزهایی اطلاق میشه، گفته میشه، و در نهایت هم ببینیم که چه معنی از نظر شرع معتبر هست و میشه اونو به عنوان یک منبع معتبری برای علم دونست. و وقتی هم که میگیم که عقل و شرع با هم تناقضی ندارند، در کدام یک از این چهار معنایی که در مورد عقل گفته میشه با هم تناقضی ندارند، اون معتبر هست. در زبان عربی کلمه عقل کلمه عربی است دیگه، به معنای نگه داشتن هست، در بند کردن هست، چیزی را منع کند، باز دارد. خب پس عقل درش معنای بازدارندگی هست، یعنی انسانو از نادرستی ها، افعال بد، گفتار بد، اعتقادات بد باز می‌داره. حالا گفتیم که کلمه عقل یک کلمه است که چهار معنا رو در بر می‌گیره. در قرآن زیاد در مورد تعقل و عقلانیت و اینها صحبت شده، و اصلا قرآن کتابی است که عاقل ها را مورد خطاب قرار میده، اونی که میتونه بفهمد، درک داره، بهش میگه که اینو ما برای شما بیان میکنیم تا شما بفهمید، اگه عاقل هستید خودتون میتونید بفهمید. علما عقل رو به چهار دسته تقسیم کردن، چهار معنا براش گفتن. یکی گفتیم که یک غریزه است که انسان داره، یک ابزار است، آله است برای فهمیدن، و این با این ابزار هست که انسان از حیوان شناخته میشه، برتری انسان بر حیوان هست. این اولین معناش است و این اساس تکلیف هست. اگه انسان این ابزار نداشته باشه، این دیگه مکلف نیست. کسی که عقل نداشته باشه، حالا به هر علتی انسان اینو از دست بدهد، دیگه مکلف نیست. خب این یه معنا هست. معنای دوم که بر اساس این ابزاری که خدا به ما داده، ما یک سری چیزهایی درک میکنیم، یاد میگیریم، علومی که کسب میکنیم،
یعنی نداشتیم و انسان به وسیله این عقلش یاد میگیرد، جمع‌آوری میکند. خب این آیه همیشه تکرارش میکنه، باید تکرار کنیم دائما که خداوند میفرمایند که شما هر چی دارید از ما دارید، ما بهتون دادیم، ما به شما چشم دادیم، گوش دادیم، عقل دادیم. وقتی دنیا اومدید هیچ چیزی نمیدونستید، اما خداوند ابزار یادگیری را به ما داده. اگه این ابزار نباشه، خب دیگه انسان مکلف نمیشه، به خصوص عقل اگه نداشته باشه. امکان داره کسی چشم نداشته باشه، خب میتونه بشنود، میتوند بنویسد، یا امکان داره گوش سنگینی داره، خب میتونه بالاخره ببیند، بنویسد. اما عقل که داره، تا زمانی که انسان عقل داره او مکلف است. حالا وقتی که عقل داره این چیزا یاد میگیرد. سوم، خود عقل هست که از ابزار گفتیم که ابزار یادگیری که خدا به انسان داده. در اینجا معنای چهارم عقل، معنای سوم عقل، معذرت میخوام، عمل کردن بر اساس آن چیزی که انسان یاد گرفته. پس یه ابزاری دارید شما، بعد یه چیزا یاد میگیرید، بعد بر اساس آن چیزی که یاد گرفتید عمل میکنید. چهارمی بهش میگن علوم ضروری، که اصلا دیگه درش مسلم هست در بین همه عقلا، چیزهایی که مسلمات هست و همه عقلا هم اونو قبول دارن، بدهیات عقلی است. مثلا میگن که جزء کوچکتر از کل هست. شما وقتی یک پشته از هیزم دارید، از هر چیزی چیز کوچکی بگیرید، میگید خب این جزءش از این کل هست، کل خیلی بزرگتر هست، این یک جزئی است. خب پس این چهار معنا میبینیم که در عقل علما رحمت الله علیه معناش گفتن. معنای اول که گفتیم که به معنای یک ابزاری است که خدا به انسان داده و با این ابزار انسان مکلف میشه و انسان برتری داره بر سایر مخلوقات. حالا آیا اینو میشود به عنوان مرجعیتی قرار داد و هر کس بگوید که عقل من اینو گفته؟ سؤال این هست، اگر این نوع این معنا را ما ملاک قرار بدیم، پس چگونه شما میتونید بگید که این کار درست هست، این کار درست نیست؟ هر کس میگه که من با عقلم به این رسیدم. کسی که دزدی میکند میگه عقلم، با عقلم به این رسیدم، با عقلم به این رسیدم. کسی که میاد مرتکب قتل میشود، هر مجرمی میگه عقل منو به اون رسونده. پس این نمیشه به عنوان یک مرجعیتی قرار داد این معنا را، زیرا که اونی که دزدی هم میکنه بار دیگه فکر میکنه دیگه، برنامه ریزی میکنه. باز حتی اونی که میخواد دزدی کند، اونی که میخواد قتلی رو انجام بده، یک برنامه ریزی داره، از این عقلش استفاده میکنه. پس این معنا را ما نمیتونیم مرجعیتی قرار بدیم که هر کی بگه که آقا من عقلم به من اینو گفته، من بر اساس عقل من اینو فهمیدم. پس این معنا را
نمیشه به عنوان یک مرجعیتی قرار داد، چون شما هر میخواهید که صحبتی داشته باشید وقتی که با کسی که داره شبهه‌ای در دین مندازه، ما باید اول یک اتفاق کنیم برای یک چیزی دیگه، یک قاعده‌ای داشته باشیم، یک جایی بینستیم بر اساس اون اتفاق کنیم، بگیم که خیلی خوب در این مورد صحبت کنیم، بر این از اینجا شروع کنیم، این مرجعیت باشه. خب این پس این نمیشه، این معنای عقل که به عنوان ابزاری است که خدا به انسان داده، کسی بگوید که خب عقل منو به این رسونده، ای عقل به اینو به تو به تو تو رو به این رسونده که دین بد هست، اونی که هم که دزدی میکند میگه عقل منو به این رسونده که من باید دزدی کنم برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه که مد نظر خودم هست، باید دزدی کنم، باید اختلاس کنم، باید اینو بکشم، باید اینو زیر پام له کنم تا من به آن چیزی که میخوام برسم. عقلم داره اینو به من میگه. پس این ملاک نمیشه که هر کس بگوید که عقلم منو به این رسونده. این مرجعیتی در به حساب علم نیست، مرجعیت قرار دادن. چون حالا شما میخواهید که مثلا وقتی اختلاف میشه یه قانونی هست، پس قانون مرجع هست. الان ما میخواییم که میگن که عقلم اینو به من نمیگه. خب چه عقلی؟ این که هر کس میتونه ادعا کنه. پس این معنای عقل رو ما نمیتونیم به عنوان مرجعیت قرار بدیم. این عقل درست هست که مناط تکلیف هست، یعنی انسان اگه این نداشته باشه دیگه مکلف نیست. با این معنای عقل انسان از حیوان تمیز پیدا کرده و ارزش انسان در این هست. بدین خاطر است که خداوند به ما امر میکنه که از این عقلمون برای رسیدن به خدا استفاده کنیم. به عنوان یک نعمتی است که خدا به ما داده، ازش استفاده کنیم به راه درست، برای نتایج درست، برای رسیدن به یک نتیجه درست. مثلا در قرآن میخونیم که خداوند ما را نهی کرده از اون چیزی که انسان علم و آگاهی ندارد پیروی کند. یعنی چی؟ یعنی بهت میگه که هر فکری داری، هر کاری میخوای بکنی، باید بر اساس علم باشه. بدون علم کاری را انجام نده. الان مثلا ما خیلی از ماها کاری را انجام میدیم، بعد حالا وقتی است که میخوایم بدونیم که از نظر شرعی این درست هست یا نیست، اول بایستی بدونی بعد عمل کنی. اول سوال کن بعد عمل کن، نه اینکه عمل کردی انجام دادی حالا میگی که درست هست یا نیست. قرآن میگه که ولا تقف ما لیس لك به علم، اون چیزی که نمیدونی پیروی نکن، انجام نده. پس دعوت به تعقل هست، به اندیشیدن هست. چقدر آیات قرآن ما را دعوت به تفکر کرده؟ کتابی است که اصلا دعوت تفکر می‌ده. تفکر یکی از فرائض در دین هست، فرض هست فکر کردن، علم داشتن. چون فکر میکنه انسان یک چیزی برسه به علم دیگه داشته باشه، این فرض هست که ما متاسفانه این فرض رو رها کردیم. فرض یعنی چیزی که بر هر انسانی مثل اینکه نماز میخونیم، هر انسان باید نماز بخونه. هر انسانی برش فرض هست که تفکر کند، فکر کند. هر کس در محدوده خودش، در توان خودش، در حیطه حتی کاری خودش، هر چی که هست اونو وسیله قرار بده برای رسیدن به یک نتیجه درست. مثلا وقتی که میفرمان که قل هل یستوی الاعمى والبصیر، کسی که بیناست و نابیناست یکسان نمیشه. کسی که دینش بر اساس آگاهی است و اما کسی که اعتقاداتش بر اساس جهل است یکسان نمیشن. قل انما اعیدکم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا. این توصیه من به شماست که در جمع که هستید، تنهایی که هستید، فکر کنید، بعد فکر کنید، بشینید فکر کنید،
ما به صاحبکم من جنه. این پیامبر خدا دیوونه نیست. فکر کنید در دعوتش، پس دعوت میده به تفکر کردن، یا چقدر آیات که دعوت میدهد به تفکر در خلقت آسمان ها، در خلقت خود انسان، صحبت از آن چیزی که در طبیعت هست، در کوها، در دریاها، ابرها، آسمانها، همه اینها سفارشی که میده قرآن به استفاده کردن از این ابزار به شکل درست برای رسیدن به یک نتیجه درست، که اون چیه؟ رسیدن به الله هست که خدا خالق جهان هستیست. خب پس این معنا ما نمیتونیم قرار بدیم، چون همه درش مشترک هستیم، چه انسان خوب چه انسان بد. انسان خوب ازش استفاده میکنه، انسان بد هم از عقلش استفاده میکنه برای رسیدن به اون اهدافی که داره. پس اینو ما نمیتونیم مرجعیتی قرار بدیم. وقتی یکی اومد گفت که عقلم به من گفته که این احکام اسلام ظلم هست، این چه عقلی؟ ببینیم. پس اینجا تو خود عقل خودتو مرجع، یک چیز باید مرجعیت باشه، عقل من اینو نمیگه. پس خیلی راحت میشه اونی که دزدی میکنه میگه که عقل من میگه درسته، اونی که مرتکب قتل میشه میگه عقل من گفته. پس این نمیشه مرجعیت قرار داد که هر کی اومد بخواهد در دین شبهه ایجاد کنه بعد میگه عقلم به من گفته. این عقلی که تو میگی این ملاک نیست در اینجا. معنای دوم، خب انسان عاقل هست، فکر میکند یک علومی دست میابد، افکاری که به انسان دست میده با فکر کردن، با استدلال کردن هایی که داره به یک علومی دست میابد. پس این ثمره اون فکر هست. خب مردم هم در این علمی که دست میابن در نتیجه بکار بردن عقلشون درجات زیادی هستن، مثل زمین آسمان. پس این علومی هم که انسان به دست میاره درش علومی است که قطعی هست و ظنی هست. خیلی هم وقتا ببینید که نتیجه‌ای که انسان میرسه اشتباه هست. خیلی اوقات هست که این چیزی که میگه من روش فکر کردم بعد یک نتیجه درستی نمیده، درست نیست. پس این هم نمیشه ما به عنوان یک مرجعیتی قرار بدیم وقتی میخوایم یک چیزی را نقد کنیم. شما میگید اینطوری، میگه نه اینطوریست، من در این مورد فکر کردم به این نتیجه رسیدم، میگه نه من به این نتیجه کاملا معکوس و ضد این رسیدم. و خیلی وقت هاست که انسان امکان داره به یک چیزایی برسه، یک نتیجه برسه، مثلا درست نیست. شما وقتی میبینید که کسی که کارهایی میکنه که بدور از توحید هست، برای خدا شریک قرار میدهد، استدلالهایی که بعد میاره، همه اینا از نظر خودش میگه من استدلال دارم میارم، من علم دارم، میاد برای خودش توجیه میکنه. پس این علمی که به دست آورده یک علمی است که اشتباه هست، نتیجه که به دست آورده اشتباه هست. پس این معنا هم ما نمیشیم، نمیتونیم به عنوان مرجعیتی قرار بدیم در نقد مثلا دین، اون به عنوان یک مرجعیت قرار بدیم. معنای سوم عمل کردن هست به اون چیزی که انسان بر اساس عقلش و تفکر کردن و علمی که به دست آورده عمل میکنی، که همونطور که امام غزالی و باقی هم میگن، خب شما وقتی میگید که فلانی انسان عاقلی است، یعنی انسان رزینی هست، انسانی است که عجله نمی کند، عواقب امور رو در نظر میگیره، خب این معنا اصلا در به عنوان یک مرجع و مصدر نمیشه قرار داد. حالا میبینیم معنای چهارم میاد، که این معنا اصل هست و این چیزی است که بایستی به عنوان مرجعیت قرار داد. حالا میخواین اسلام رو نقد کنی، باید بیای بر اساس این مرجعیت ها. علم ضروری، معنای چهارم عقل، یعنی
علمی است که جزو بدهیات عقلی است و عقلا همه برش اتفاق دارن. گفتیم مثل اینکه شما میگید که جزء کوچکتر از کل هست، اینا جزو بدهیات عقلی است، اینا دیگه احتیاجی به دلیل نداره، نمیخواد دلیل بیاری استدلال کنی. چون اگر این قضیه مثلا جزء کوچکتر از کل هست بخوای دلیل بیاری، دیگه هی نیازمند دلیل آوردن هستی، تسلسل برهان میشه، این محال هست. این به معنای این معنا یکی از مصادر اصلی معرفت هست که قبلا گفتیم که مصادر اصلی معرفت 4 تا، یکی فطرت هست، یکی عقل هست، یکی حس هست، حسیات محسوسات، یکی هم خبر یعنی وحی، خبر. حالا در این بدهیات عقلی وقتی میگیم ضروریات عقلی، بار دیگه دقت کنید در اینجا خودش در برگیرنده بعضی 3-4 تا مسئله هست. مثلا وقتی که میگید که مبدأ هویت، یعنی چیزی که هست همون هست بوده، حتی اگه یک تغییری توش بیفته از اون حالت اصلیش بیرون نمیاد. مثلا شما وقتی که میگید که من دنبال گوشی میگردم، خب شما یک گوشی، دنبال گوشی میگردم، گوشی همون گوشی هست، حالا امکان داره یک تغییراتی توش باشه، اسمی داشته باشه غیر باشه، امکان داره بعضی ها یک چیزهایی آپشن های مختلفی داشته باشه، اما همون گوشی هست بالاخره، گوشی همون گوشی هست. قلم وقتی میگید که همون قلم هست، حالا امکان داره بزرگتر باشه کوچکتر باشه، اسمش، شرکتش، کیفیتش امکان داره فرق کنه، ولی اسمش همون هست دیگه، قلم همون قلم هست، اون هویت خودش رو حفظ کرده. انسان هویت خودش رو حفظ کرده. اگه ما الان این گونه هستیم با انسان‌هایی که امکان داره وقتی خدا در مورد قوم عاد صحبت می‌فرمایند که خیلی قوی هیکل بودن، انسان هستن، آره یک تغییراتی هم تومون افتاده باشه، اما اصل همون هستیم، هیچ دیگه از اون انسانیت، انسان بودن بیرون نرفتیم، فقط از نظر بنیه جسدیمون و قدرتیمون امکان داره ما تغییر کرده باشیم، اما همون انسان هستیم، همون دست، همون پا، چشم، گوش و اعضای داخلی بدن و تونستن در تفکر کردن، تعقل کردن، همین همون هستیم، فرق نمی کنه. انسان همون انسان هست، انسان همون انسان هست، قلم همون قلم هست، این گوشیتون همون گوشی هست، حالا تغییراتی توش باشه. خب اینا هم جزء ضروریات عقلی است، جزء ضروریات عقلی است. در ضرورت عقلی مثلا میگن که آقا جمع بین دو متناقض، دو چیزی که ضد هم هستن نمیشه قرار داد، این صحبت خواهیم کرد کمی بیشتر. و همچنین در آن واحد یک دو چیزی ضد هم نمیشه که هیچ کدام وجود نداشته باشن. مثلا میگیم که زید، اینطور در زبان عربی بیشتر مثال میزن، زید زنده هست یا مرده هست، یکی از این دوتا، سومی امکان نداره، سومی امکان نداره، یا باید زنده باشه یا مرده باشه. جمع بین متناقضه، مثلا میگید آقا یا سفید هست یا سیاه، در آن واحد نمیشه که چیزی هم سیاه باشه هم سفید باشه، این عقل داره میگه، این مسلمات عقلی، ضرورات عقلی است. و چهارمی هم که بحث علیت و سببیت است، که هر چیزی که باشه باید یک علتی داشته باشه، هر حادثه باید یک علت و سببی داشته باشه. این مسلمات عقلی یکی از مصادر مهم معرفت علم در دین هست، که هیچگاه نمیبینین که قرآن با این مسلمات عقلی تناقض داشته باشه و یا حدیث صحیحی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با این ضروریات و مسلمات عقلی تناقض داشته باشه. حالا صحبت کردیم، گفتیم که در بحث این که یه چیزهای عقل مثلا
مستحیل میدونه، استحاله. در همون بحث جمع بین متناقضین، دو چیزی که متناقض هستند در آن واحد امکان نداره که یک چیزی در آن واحد سفید باشه یا سیاه باشه، یا اینکه در آن واحد یک انسان داخل اتاق باشه بیرون از اتاق باشه، یک انسان در آن واحد. این مسئله هم یعنی کلان هم به اشکال مختلف مطرح میشه، حتی سوال هایی که میشود از قدیم این بوده. خب حتی بحث این میکنن که آیا خدا میتونه سنگی را بیافریند که نتونه بلندش کنه، حملش کنه، درش تغییر ایجاد کنه؟ خب این سوال اصلا سوال غلط هست، این سوال اصلا غلط هست که مطرحش میکنن، مستحیل عقلی است. حالا اینو بیشتر توضیح میدیم الان. در بحث جمع بین متناقضین، خب صحبت از مستحیل بودن یک چیزی از نظر عقل هست. یه وقتی که مستحیل، یک چیزی که مستحیل هست عادتا این گونه هست، یک چیزی که واقعا از نظر عقل مستحیل هست عادتا چطوریه؟ غالبا در عادت بر خلاف قانون هست، یعنی اینکه خدا یک چیزی را ممکن قرار میده در اصلی که ممکن نیست. یک انسانی مثلا در انسان پرواز کند، آتش خاصیتش چیه؟ سوزانندگی است. انسانی داخل آتش بیفتد نسوزاند، این چیه؟ این خلاف عادت هست دیگه، معجزات خلاف عادت هست. پس از نظر میگن خوارق العاده، اینا بهش میگن خوارق العاده هست، یعنی عادتا این چیزا رخ نمیده، مستحیل هست، اما میشه اون وقتی خدا بخواهد. خب این صحبت نداریم، صحبت در مستحیل عقلی است، یعنی ذاتن امکان نداره این رخ بدهد، مثل اینکه خدا یک خدای دیگری را بیافریند، ممتنع لذاتش هست، اصلا امکان نداره. یا اینکه بگید که خداوند یک چیزی را، صخره ای، سنگی را بیافریند که نتونه اونو جابجا کند، این ممتنع لذاتی است. چرا؟ اگه خدا چیزی را آفرید پس اون اله نمیشه، اون مخلوق هست. ما وقتی هم که آفرید دیگه عاجز نمیشه، ناتوان نیست در ادارهش، در از بین بردنش، در حملش، برداشتنش. پس این ممتنع لذاتی است که عقل داره میگه، عقل این چیزی که عقلا بر اون اتفاق دارن. هر کس این سوال مطرح میکنه سوال عاقلانه ای نیست، سوال احمقانه است. وقتی این سوال مطرح میشه عاقل نیست کسی که اینو مطرح میکنه. خب از چیزایی که مستحیل لذاتی است، همون ممتنع لذاتی است، همون بحثی گفتیم که جمع بین دو ضد، چیزی دو تا ضد هم دیگه هستن، خلاف هم دیگه هستن، شما در آن واحد اونو داشته باشه، در آن واحد سیاه باشه سفید هم باشه، امکان نداره، این عدم هست، وجود نداره. امکان داره کسی بگه که خدا نمیتونه این کار رو انجام بده که یک چیزی در آن واحد سیاه و سفید باشه؟ این آقا این سوال از اصل، از بیخ غلط هست، از بیخ، از اصل این سوال غلط هست، مطرح کردنش غلط هست. چرا؟ یعنی اینجاست که یک چیزی باید دو رنگ در آن واحد داشته باشه. امکان داره در ذهن انسان بگه که تخیلی بکند، اما در واقع نمیشه. مثلا مثل اینکه شما بگید که دو چیزی میآورند یکیست، دو یک، دو یک هست، آیا دو تا یکی میشه؟ این دو رنگ هست، شما میگید یک رنگ، در آن واحد وقتی شد یک رنگ باید باشه دیگه. مثل این است که شما بگید که دو تا آفریده اما یکیست. خب این جمع بین نقیضین هست. شما میگید که در آن واحد تو خونه باشه، داخل اتاق باشه، بیرون از اتاق باشه، در آن واحد، یعنی من الان اینجا نشستم بیرون هم باشم،
بیرون از استودیو هم باشم. این استحاله عقلی است، جمع بین نقیزه نست، این عقل قبول نمی کنه. حالا امکان داره سوال کنه بگی که مگه خدا نمیتونه که الان چیزی بیا فرانف که هم اینجا باشه، هم حسینی الان داره صحبت میکنه داخل استودیو باشه، بیرون از استودیو باشه. میگم این سوال اصلا باطل هست. یعنی انسان در آن واحد بعد در دو جا باشه. یک انسان در آن واحد در دو جا باشه که نمیشه. پس دو تا انسان هست، یک انسان نیست. اگه این تخیل کنی پس دو تا انسان هستن، یک انسان نیست. پس اینکه یکی دو تا باشه یا دو تا بشیم یکیش کنیم، بگیم این ممتنع لذاتی است. در ذهن امکان داره یک چیز تخیل کنه، اما در حقیقت در خارج، در بیرون از ذهن چیزی وجود نداره. و این شامل این آیه هم نمیشه که خدا بر هر چیز قادر و تواناست. چون اصلا چیزی نیست که، یه تخیلی است، این وجود نداره. بدین خاطر در بحث قادر بودن خداوند هم وارد نمیشه. و جالب هست، گفتیم این سوال هایی که الان هم مطرح میشه بدین صورت در قدیم هم بوده. وقتی میگیم که یکی از مسلمات عقلی، ضرورت عقلی اینه که انسان همون انسان هست. بحث گمراهی هم متأسفانه وقتی میبینیم همون گمراهی است. یه عجیب هست. و اگه در طول تاریخ نگاه کنیم، حق همیشه همون حق بوده، باطل هم همون باطل هست، فرق نمی کنه. حق همیشه حق هست، حق پیامبران آوردن و پیروان پیامبران، باطل چیز خارج از دایره دعوت پیامبران هست، باطل هست. در طول تاریخ شما وقتی نگاه میکنید همون هستند، اهل باطل همون بودن، از زمان نوح علیه السلام تا الان تا قیامت که برپا بشه همون هستن، هیچ فرقی اینها نمی کنند. همون اتهامات، همون راه و روش، همون افکار. امکان داره یک کمی تغییر توش بیاد، اما افکار همون افکار هست، باطل همون باطل هست، باطل باطل هست. حالا شما هر طور بخواید بگید، اسمشو چیزی بذارید، آپشنش کمی فرق کنی، یکی بیشتر بشه، همون هست، باطل باطل هست. آنچه که در جاهلیت بوده الان بشر امروز اونو به اسم علم میاد، به اسم قانون مطرحش میکنه. همون گمراهی ها، همون حماقت ها، باطل رو دارن به اسم، حالا لباسی تنش کن، لباس علم تنش کن، میگن علم هست، اما باطل همون باطل هست، ماهیتش همون هست، بقای ماهیت باطل همون هست، باطل باطل هست، حق هم حق هست. این جزء مسلمات عقلی است. شیخ الاسلام تیمیه هم رحمت الله علیه در زمانشون همین مسائل مطرح بود که مثلا میگه که خداوند فرمودن که من بر هر چیز قادر هستم. بیاد آرای گروه های مختلف رو ذکر میکنه، بعد سبون رأی که یاد میکنه میگه که این چیزی که جمهور و اقلا بر اون هست اینه که ممتنع لذاتیهی چیزی نیست اصلا، مثلا وجود نداره و در خارج از ذهن نمیشه تحقق پیدا کنه. تو ذهن امکان داره انسان تخیل کنه که تو ذهن انسان یه چیزی باشه. این سوالی که مثلا میکنن که آیا خدا میتونه سنگی بیافریند که نتونه بلندش کنه، این فقط تو ذهن هست. تو خارج از ذهن این دیگه تحقق پیدا نمیکنه، خلاف عقل هست، مستحیل عقلی است. انسان همه چیز میتونه تخیل کنه، اما اون چیزی که در خارج هست، خارج از عقل، خارج از ببخشید ذهن، آیا عقل اونو میگه الان میشه؟ خب پس این ممتنع لذاتی است، مستحیل عقلی است. در ذهن همه چیز شما بتونید در آن واحد رنگ سیاه و سفید این کنه، در ذهن خودتون جمعشون کنی. خب این در ذهن خودش جمعش کرده که الان میاد این به عنوان سوال مطرح میکنه.
اما هر چیزی که در ذهن انسان تخیل میکند نمیتونه انسان بیاد در بیرون ذهن عملیش کنه و وجود داشته باشه، نمیشود. پس این ممتنع لذاتی است، تحقق پیدا نمیکنه. و اینجاست که همه اینو میگن که اصلا این سوال ها اصلا در زیر این آیه نمیشه که خدا بر هر چیز قادر هست، اصلا شامل این آیه نمیشه، چون این چیزیست که مستحیل ذاتی است. خب سوال هایی که ما متاسفانه میخواستیم بگیم که میتونید تماس بگیرید، بار دیگه با مشکل مواجه شدیم. بیشتر خطای کانال ظاهراً خوشخبری دادن، گفتن که راه افتاده، اما متاسفانه خط من باز با مشکل مواجه شده. چیزا رو میگیریم انشالله که پیاماتون تا بتونیم بعد از درست شدن خط ها تماس صداتون هم داشته باشیم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای منصوری، من اسمم منصور هست، فامیلیم حسینی. میخواستم بدونم که آخوندها میگن اهل بیت شیعه بودن، اما وقتی به اسامی فرزندانشان نگاه میکنیم اسامی ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه پیدا میشه. همین گونه است. اصلا اهل بیت، خب اهل بیت بودن، اهل بیت پیامبر همیشه گفتیم چی سنی بودن، اهل سنت بودن. شیعه چیزیست که بعدن به وجود اومده، اصل اهل سنت هستن. یعنی وقتی که اینها به وجودان شیعه نامگذاری شد، این مسلمون ها در مقابل اهل سنت، یعنی کسانی که پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جماعت هستن، گروه گروه نمی شوند. به اینها این گفته شده، جماعت، اهل سنت و جماعت. خب چطور میتونن شیعه باشن اینها؟ چرا بایستی با یکی از اونهایی که ادعا میکردن، شما اینها رو به عنوان بزرگان شیعه میدونن، مثلا زراره، شیطان طاق، جعفر الاحول، فلان فلان، اینهایی که هستن، سعید ابن مغیره یا فلان، اونهایی که جابر جعفی یا فلان، این کسانی که ادعا میکنن از خواص امام بودن، از کدامشون دختر گرفتن، به کدامشون دختر دادن؟ حتما میگن تقیه، یعنی پتکیست که بر سر اهل بیت میزنن وقتی میخوان دروغهای خودشون رو ثابت کنن، میان چگونه اهل بیت رو میکوبن، توهین میکنن. قبلا هم گفتیم که متاسفانه بدترین اهانت به اهل بیت میشه به اسم تقیه. انسانهای ترسو بزدلی معرفی میکنن. اگه گفتی چرا اسم فرزندش گذاشته ابوبکر، تقیه کرده. چرا گذاشته اسم دخترش عایشه؟ تقیه کرده. چرا گذاشته عمر؟ تقیه کرده. یکی از این اهل بیت اسم فرزندانشون ابو طالب نگذاشته. شما دیدین؟ خب حضرت علی چند تا فرزند داشته؟ حضرت حسن، حضرت حسین، بعد باقی یکیشون نباید ابو طالب بذاره، ولی میاد ابوبکر، عمر میذاره، عثمان میذارن، علی میذارن. خب اگه علی بعدشون میاد، خب عباسی ها بودن که دیگه با علوی ها بد بودن، مگه نمیگید؟ پس چرا علی میگذاشت؟ بعد تقیه میکرد علی نمیگذاشتن، ولی علی را انتخاب میکردن برای فرزندانشون. پس این دروغ هست که میگن تقیه هست. اگه تقیه بود بعد اسم علی رو نمیگذاشتن. عباسی ها که بد بودن، اموی ها که شما میگید بد بودن، همه میگید بد بودن به اهل بیت. شما میگید عباسی ها با علوی ها خیلی زدیت داشتن، دشمنشون بودن. اموی ها میگید که، اموی ها میگید که دشمن شدید اینا بودن، اما اینها اسم فرزندانشون رو میگذاشتن علی، حسین میگذاشتن. کی جلویشون گرفت؟ کی اونا را مؤاخذه کرد که چرا اسم فرزندت علی گذاشتی؟
چرا اسم فرزند حسن گذاشتی، حسین گذاشتی؟ نه در زمان اموی ها و نه در زمان عباسی ها هیچ کدام بایشون بدرفتاری نمیشد که چرا اسم فرزند کن داشتید. چرا خودشون نیومدن اسم ابو طالب رو انتخاب کنن، اسم ابو بکر و عمر و عایشه و عثمان اینا رو انتخاب میکردن، اسم طلحه؟ ازدواج هاشون با کی بوده؟ دختر طلحه دادن به بچه های زبیر، از اونها با اونها ازدواج کردن. مصاهرتی که با هم دیگه داشتن اهل بیت با اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. مروان ابن الحکم زمانی که یوسف ابن حجاج ثقفی میخواست با شوهر دختر عبدالله ابن جعفر ازدواج کنه با یک از اهل بیت، مروان اجازه نداد، گفت شایسته نیستی که با این ازدواج کنی، همتات نیست. دقت کنید، گفت این همتای تو نیست. اما بنی هاشم بنی امیه همیشه با هم مصاهره داشتن، ازدواج داشتن، چه قبل از اسلام چه بعد اسلام، همیشه اینو داشتن. این دروغ هاییست که همیشه گفته میشه. برای چی؟ برای اینکه واقعا ثابت کنن این دروغ خودشون، که یه دروغی بافتن که میگن بین اهل بیت و اصحاب رسول الله دشمنی بوده، همیشه میخوان اینو ثابت کنن. خب حالا برای هر چیزی، هر عقیده‌ای که دارن ناچارند دروغ میگوین. برای امامت اثباتش دروغ میگن، امام تقیه کرد، امام فلان کرد. خب چرا تقیه کنند؟ چرا دروغ بگوید امام؟ پیامبری شما دیدید دروغ بگوید، تقیه کند، نبوت خودش رو انکار کند؟ خب عقل خیلی چی؟ سوال کنه از تراشیدن ریش چه حکمی دارد؟ فرض است یا سنت؟ بکنید بعضی وقتا ما به بعضی مسائل سخت میچسبیم، خیلی مسائل دیگه از اعتقادی عملی رها میکنیم، میچسبیم حالا به ریش یا اینکه لباست بد کوتاه باشه یا فلان. اما امکان داره در خیلی از مسائل اعتقادیمون عملیمون دچار مشکل باشیم. ما متاسفانه دچار یک نوع تقشر شدیم، قشرگرایی شدیم. یعنی نمیکه احکام دین قشرگرایی است، احکام دین همش حق هست، اما چطوری قشرگرایی؟ یعنی که شما به بعضی از چیزهایی که در ظاهر هست، قشر چیه؟ یعنی چیزی که با ظاهر هست میچسبید، انسان میچسبد به بعضی از چیزهایی که در ظاهر هست و حقایق دین، اون چیزهایی که اساسیات و اصول هست، بعد انسان در قلبش باش کار کنه، در فکرش باش کار کنه، غافل میشه. در بحث توحیدمون، در بحث اخلاقمون، رفتارمون با خودمون، قلب پاک انسان داشته باشه، رفتار با پدر، مادر، با همسر، با فرزند، با خویشاوندان، با دیگران کینه نداشته باشیم، خودخواه نباشیم، دیگران تحقیر نکنیم، مسخره نکنیم، استهزا نکنیم از دیگران، خوبی های دیگران رو ببینیم، بگوییم، در خدمت مردم باشیم، در پی برآوردن نیازهای مردم باشیم، خود را جزوی از مردم بدونیم. انسان تبسم کند وقتی کسی رو دید، سلام بدهد. این چیزهایی که اینقدر دین روش کار کرده ما رها میکنیم، میچسب میگیم که آقا ریش حکمش چیه؟ آیا اگه لباسم بلند بشد چی میشه؟ آقا اینا احکام دین هست، ولی نگاه کنید کی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودن؟ آیا در مکه این مسئله میفهمون؟ چند سالی در مدینه این چیزا رو فرمودن که این کار کنید، بحث ریش بود یا بحث لباس؟ چون ابتدا باید انسان تربیت بشود، یک اصولیست، اساسیاتیست انسان باید برسه. شما وقتی که طرف میبینی که، به عنوان مثال میگم، آقا سیگار میکشه،
مشروب میخورد، زنا میکند، بعد لباسش هم مثلا اینطور میگی مثلا بلند هست، نمازم نمیخونه، در اعتقاداتش هم شرکیات داره تا ماشاءالله پر، از کجا شروع میکنی این فرد؟ بهش میگی که آقا ریشت بذار، آقا پاچه شلوارت بالا ببر، یا بهش میگی که آقا سیگار نکش، یا بهش میگی که آقا زنا نکن، آقا مشروب نخور، یا اینکه باید اول از عقیده شروع کنی. این اولویت ها خیلی مهم هست، این اولویت ها خیلی مهم هست. ریش یک از شعار دین هست، محاسن فرد هست، تشویق شده به این که انسان ریش داشته باشه. اما اینکه انسان از چیزای خیلی مهمی رو رها کنه فقط بچسبد به ریش، که آقا اگه ریش نداشت این دیگه جهنمی است، مرتکب کبیره هست. کسی فقط به خاطر ریش به جهنم نمیره یا به بهشت نمیره. اگه ریش تراشید بگن که به خاطر اینکه ریش تو تراشیدی میری جهنم، یا اینکه چون تو ریش داشتی میبریمت بهشت، نه این نیست، به ظاهر چیزی نیست. نگاه کن این هم این ظاهرها، خدا به این ظواهر نگاه نمی کنه، به قلبت نگاه می کنه. قلبم اگه پاک باشه به رو ظاهر تأثیر میذاره. این نیست که انسان اگه گناه کنه و بگه قلب من پاک هست، نه. ولی فقط با ریش تراشیدن یا ریش داشتن به بهش نمیره. این پرونده کلی خدا نگاه میکنه، اعمال حسنش و اعمال سیئهش. اینه که ما بایستی الان بر روی عقیده کار کنیم، ایمان به الله. دیگه الان جامعه ما وقتی دچار الحاد داره میشه، مردم دین گریزی دارن، دیگه آقا شما بیا جنگ و دعوا داشته باشیم بر سر ریش، بر سر اینکه این پاچه شلوارش پایین هست بلند هست، این دیگه وقتش نیست، وقت سوال کردن از اینها نیست. خب خودت داشته باش، خیلی هم خوب هست، اونی که دوست خیلی نزدیکت هست میدونی، هم بهش سفارش میکنی. اما اینکه انسان این دیگه وارد یک درگیری بشه، فقط اینو مطرح کنه، بابا الان بس، طرف داره جوان ما ملحد میشه، بیدین میشه، به طرف افکار ناسیونالیستی میره، فلان میره، شما الان باید اینجا این مسائل روش کار کرد. اولویت ها رو باید انسان در نظر بگیرد، چی الان باید گفت. شما در یک منکری میبینید، علما میگن که این منکر رو میبینی بعد حالا بسنجی که آیا جاش هست که من انکار کنم، میتونم نمیتونم، آیا انکار کردم نتیجه خوب میده یا نتیجه بدتری میدهد. اینا همه باید بسنجد، بفهمد. اولویت ها رو باید همیشه انسان مد نظر قرار دهد. خب ماشاءالله متنشون طولانی است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقتی دزدی وارد قلم رو به اسلام شود، سعی میکند با لباس دین جعلیات و خرافات را به دین اضافه کنه. بله، مصیبت اینجاست. برای همین قوانینی وضع میکند تا باب میل خودش باشه. برای پیروزی نیازمند اشخاصی است تا آنها را سازماندهی کند تا به مقابله با دین اصلی بپردازد. برای همین با فریب دادن توده های مردم یارگیری می کند. ابتدا سعی می کند دشمن تراشی کند، صحابه را به دو قسمت خوب و بد تقسیم کند و به گروهی از صحابه فحش و ناسزا دهد. در اینجا نیازمند اسطوره سازی است، اشخاصی را انقدر بالا میبرد تا صفت خدایی به آنها میدهد، برای اینکه جیبش را پر کند، امامزاده سازی میکند، قبرها را منبع درآمد خودش میکنه. بعض این دست به تحریف مسائل تاریخی میزند، تفسیرهای جدید از قرآن به افراد ناگاه ارائه میدهد، نقش بازی میکند، طوری لباس میپوشد، طوری راه میرود، طوری صدایش را محزون و ناراحت نشان میدهد، گویی دلسوزتر از او برای دین هیچ کس نیست. اکنون هم وطن مراقب باش، حق را از باطل تشخیص بده و به سوی قرآن و سنت برگرد. وظیفه درست ایمانی خود را بشناس. کاملا درسته.
ممنون از پیامتون. حقیقتا یه جایی برای توضیح بیش از این نیست. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آیا مشرکین لات و منات و عزا رو فرشتگان و دختران خدا می دونستند طبق آیات سوره نجم، یا از صالحان قومشان بودند که بعد از مرگشان مشرکان اونها رو واسطه قرار داده بودند؟ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. خب طبق این آیه بله که اینها را به عنوان دختران خدا میدونستن، چون و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا. حالا این جنه میگن در بین خدا و بین الجنت یک نسبی قرار دادن. این جنه یا بعضی گفتن که منظور فرشتگان هست، که فرشتگان دختران خدا هستند. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، فرشتگان که بندگان خدا هستند دختران خدا قرار دادن. ولی متاسفانه هنوز این فرهنگ بد هست. شما وقتی که فرشتگان رو به تصویر میکشونن، همون حالت مؤنث بودن دخترانه را به تصویر میکشونن فرشتگان. هنوز متاسفانه این فکر جاهلی و شرکی هست. هنوز متاسفانه شما اینو میبینید. خب این آیه میگن که فرشتگان دختران خدا هستن، و یا میفرمان که این یدعون الا اناثا، اسمای خداشون اسمای زنانه بود دیگه، لات و منات، اینا رو گفتن خدایان ما هستن، دختران هستن. این بعد فهمیدن که و این یتبعون الا شیطان مریدا، در حالی که اینا جز از شیطان سرکش پیروی نمی کنند. یعنی نه عبادت اینها می کنند، فرشتگان که بنده دختران خدا نیستن، مؤنث نیستن، و اینها را عبادت نمی کنن، بلکه این چیزی است که شیطان. و این يدعون الا و این يدعون الا شیطانا مریدا، این يدعون من دونه الا اناثا و این يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله. این که در سوره مبارکه نساء هست که جز مادگان را ندا نمی زنن، عبادت نمی کنن، و در حقیقت شیطان رو پرست می پرستن. شیطان پرستی است. پس هر کس غیر خدا رو بپرستد، از غیر خدا بخواهد، غیر خدا رو واسطه قرار بدهد، شیطان پرستی کرده است. حالا در مورد این که قوم نوح یا کسان دیگه که بودند به عنوان انسان‌های صالحی بودند، و معمولاً خب یا انسان‌های صالح واسطه قرار می‌دادند، یا اینکه بالاخره همون اسم دختران خدا قرار میدادن اونها را میپرستن. یکی از این دوتا در بین مردم بوده که انشالله اگه نیاز شد بیشتر توضیح هم میدیم. علیکم السلام. چند تا کانال زده شده، کسانی هستن که به نام امام شافعی به نام امام زهبی میگن که لمس قبر مثلا تبرک اینا جایزه هست. بابا نه کنید. بعد یا میگن بگی فلانی مردت پیش خدا دعا کن مثلا به من بچه بده، شرک نیست. یا میگی فلانی مرده است پیش خدا دعا کن مثلا به من بچه بده، شرک نیست. خب نه کنید، هر کس، بلکه امام شافعی رحمت الله علیه یکی از موحدین بزرگ هست، امام موحدین هست. هر چیزی که در این مورد نسبت بهش داده شده که رفته سر قبر نماز میخونده یا فلان، همه دروغ هست. یا میرفته سر قبر امام ابو حنیفه و از این حرف، همه دروغ هست. او در نسل بوده که به عنوان نسل برتر اسلام بوده و امام موحدین هست، خودش یکی از ائمه موحدین هست. هیچ کار این وقت این کارا انجام نمیده. حالا هر کسی دیگه انجام هم بدهد، هر کس انجام بدهد، مگر او اسوه ماست. خدا به من امر کرده از کی پیروی کنم؟
آیا به من امر کرده که از ابن تیمیه مثلا یا محمد ابن عبدالله پیروی کنم که اگر ازش پیروی نکردم دیگه انسان مرتد میشه، از دین در میره، گناهکار هست؟ یا به من امر کرده که مثلا از ابو حنیفه یا مالک یا شافعی یا احمد یا اوزاعی یا فلان 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 اگر از اینها پیروی نکردی دیگه از دین در میری، گناهکار هستی؟ نه. اطیع الله و اطیع الرسول، آمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله رسول. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله، خدا به من امر کرده از پیامبر پیروی کنم. من برای فعل رسول الله، کاری که رسول انجام داده، نیازی به دلیل ندارم، ولی برای کاری که امام شافعی انجام بده، امام مالک انجام بدهد، امام احمد انجام بدهد، امام ابو حنیفه انجام بدهد، همه اینها نیازی به دلیل داریم که چرا این کارو کرده. چون اینها پیروان رسول الله هستند، میگن دلیلش چی بوده در این رأیی که داده، چه دلیلی از حدیث داره. دقت کنید به کجا برمیگرده. حتی در اینجا هم شما وقتی میگید که امام شافعی یا امام ابو حنیفه یا امام فلان، میگید که دلیل چیه؟ به کی برمیگرده؟ به رسول الله. تبرک یعنی چی؟ سنگ انسان مرده. آقا انسان که مرد از این جهان رفته، بین ما نیست، هیچ خبر نداره. قرآن داره میگه دیگه، هیچ خبری نداره، در عالم دیگری است. هر کس که از اینها بخواهد دیگه گمراه هست. خدا میفرمان که گمراه تر از اینها نیست، از کسی میخوان که هیچ نمیشنود. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه. گمراه تر از این فرد هست که کسی را میخونه که هیچ نمیشنود، تا قیامت هم بخونه هیچ خبری نداره. روز قیامت هم چی؟ یک فرونه بشیره. روز قیامت هم از هم دیگه الان براعت میکنن. اونی که پرستیده شده میگه که تو دروغ میگی، اینم میگه که آه این به من گفته بود این کار انجام بده، این سبب گمراهی من شد. پس هر کس این کار رو انجام بده گمراه هست، گمراهتر از اون نیست. چه داری میشه امام شافعی یا کس بگه که اینا تبرک هست؟ اگر کسی هم گفته باشه، از علمای بزرگ دین باشه، میگیم اشتباه کرده. اینجا چون از بزرگان دین هست، یک اشتباهی کردن، اشتباهش بذاریم کنار. ما پیرو قرآن هستیم، پیرو سنت هستیم، پیرو عالم که نیستیم. عالم که اشتباه میکند طبیعی است. کسی، نه امام ابو حنیفه گفته که قول من 100% هست، هر چی من گفتم همون هست، غیر از من دیگه باطل باطل هست، بلکه میگفتن که آه این رأی من هست. اگه فردا حدیث به من رسید، دیدیم که حدیث خلاف سخن من، از حدیث من پیروی کنید، از حدیث رسول الله پیروی کنید، سخن من به دیوار، سخن من دیگه در برابر سخن رسول الله اعتباری نداره. پس ما هر سخنی را برمیگردونیم به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگه مطابق قرآن و سنت بود، علی الرأس و العین، نبود تموم شد، خلاف قرآن هست. و اما این که بگوید که این مرد تو دعا کن، خب این که دیگه شرک هست، این استغاثه به غیر الله هست، عمل شرک هست، این شرک اکبر هست. عمل این عمل شرک هست، نمیگیم طرف مشرک شد، ولی این عمل عمل شرک هست. بعد براش توضیح داد تو داری از مرده میخواهی، چرا از خدا نمیخواهی؟ همین بحث بهش میگن توسل، اما در حقیقت این چیه؟ استغاثه هست. این بار دیگه همیشه میخوان شرک رو تزریق کنن به جامعه، میگه نه این توسل هست، این با این توسل نیست، این استغاثه به غیر الله هست، این استغاثه هست. خب حالا دیگه وقتی ما کاملا تموم شده، چیزایی که این دوستمون فرستادن هم در تأیید سخنان قبلی است. خب سؤال دیگری هم هست که علیکم السلام و رحمت الله، فقط معذرت میخوام تا فرمان یک دقیقه بیام مهلت بدید. سؤال برادرمون هست که میگه در مازندران هستم، مسجد اهل سنت نیست، آیا برم تالش یا نیازی نیست برای نماز جماعت؟ اگه بتونید خیلی خوب هست، نماز جماعت یکی از شعائر مهم اسلام هست. چقدر تاکید رو جماعت، این حضور در بین جمع مردم،
خیلی مهم است. تا میتونید حتما در نماز جماعت شرکت کنید، میشنوید، میتونید برید، برید. اما اگه نتونستید معذور هستید. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی یک پیرمرد اومد کور بود، گفت یا رسول الله کسی ندارم منو بیار به مسجد. گفت صدای اذان رو میشنوی؟ گفت بله. گفت پس بیا مسجد. وقتی برای یک کوری عذری قرار نمیده، میگه بیا صدای اذان رو میشنوی. حضور در جماعت، در جمع خیلی مهم هست. حتما حضور داشته باشه، نماز جماعتتون رو ازتون فوت نشه. اتاق فرمان خیلی ازتون ممنون که به ما وقت دادید و همچنین شما بینندگان عزیز که تا الان با هم بودیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.